سلام و درود بر دوستان عزیز، امیدوارم تندرست باشید هر جا هستید. بعد از مدت ها و از چند ماه گرفتاری در غربت تونستم خودم راضی کنم که بیام یه چند کلمه با دوستان صحبت کنم و مشکلاتی که از کرونا و اقتصاد و اینا آمده بیشتر از همه شما دامنگیر ما شده. متاسفانه وضعیت اصلا وضعیت خوب نیست و خیلی آرزومندیم که از این غربت کثیف واقعا و دهشتناک در خارج به ایران برگردیم. منتهی روحانی خدا لعنتش کنه این حیوان، یورو رو که 30,000 تومن این، یعنی اگر ایران برگردیم اونجا بدهکاریمون رو نمیتونیم پرداخت بکنیم، باید همینجا بمونیم کار کنیم، بدهکاریمون رو بدیم بعد بتونیم برگردیم بریم ایران با این یوروی 30,000 تومن. لعنت خدا بر او باد تا سال دیگه که این ایشون هست. این نکبت برنامهش اینه که تا 50,000 تومن هم برسونن و میرسونن این هرومزاده ها. یک راه بیشتر نداره من گفتم، وگرنه اون که بانک مرکزی به زیر نظر ولی فقیه، این دیگه رهبر یکم باید اعمال نفوذ کنه. اینطور نمیشه که رهبر عزیز شما بگی که من از همه دولت رو حمایت میکنم، مردم رفتن به این نکبت رأی دادن، فوشش رو به تو میدم. شما نمیتونی بگی که شما رأی دادید به من چیه. خب مردم به هر کسی رأی بدن، نتیجه عمل کرده دولت هرچی باشه فوشش به شما برمیگرده. نمیشه شما دولت هر گندکاری که داره میکنه حمایت بکنه، چون فوشها به شما برمیگرده. در هر صورت شما باید این حق رو داری که دخالت کنی در امور دولت. نمیشه که دخالتی نکنی و این دزدای هاشمی چی، گرگ های هاشمی چی و ابر میلیاردرها این نکبت رو بر مردم تحمیل کردن و این هر کاری الان میکنن به پای رهبر، فوشش برای رهبر. شما باید اجازه داری و حق داری که در امور دولت دخالت بکنی، چون که تمام امور به شما برمیگرده، همه شما رو مقصر میدونن. نباید اجازه بدید که این یه سال آخرین شگرد این هاشمی چی های دزد هست و غارت کشور هست، منابع کشور هست. همین امروز شهردار تهران نامه زده به رهبر که از صندوق توسعه ارضی به من پول بده اتوبوس بخرم. شما بر اتوبوس خریدن و ساخت اتوبوس به ارز چه کار داری مردی که با ریال و تومن داخل هم اتوبوس ها داره تولید میشه؟ برای چی میخوای ارز وارد کنی؟ همشون یاد گرفتن به رهبر نامه بزنن آقا صندوق توسعه ارضی به ما ارز بده که ما وارد بکنیم. یا راهش یاد گرفت. تنها جایی که هاشمی چیا تا حالا نتونستم غارت بکنم یه جایی بوده به نام صندوق توسعه ارزی، یه مقدار ارز که پس انداز شده زیر نظر رهبره. بخاطر همین من میگم بانک مرکزی باید زیر نظر رهبر کلیه مدیریت منابع مالی کشور و بودجه باید بیاد زیر نظر رهبر. خیلی خنده داره یه حکومت تشکیل بدی منابع مدیریت منابع مالیش دست تو نباشه، دست دشمن باشه. و این واقعا اسب تروای دشمن بانک مرکزی و سیستم بانکی. و همین باز هاشمی چیا با دوگانه سازی رهبر و ملت دو سه بار تا حالا تیغ زدن صندوق توسعه ارضی رو، چندی میلیارد دلار دزدیدن. یه بار به بهانه سیل دو سال پیش سه سال پیش از رهبر گفتن که به ما ارز بده و یه بار هم به خاطر کرونا یه میلیارد دلار گرفتن که وزیر بهداشت گفت فقط 300,000 تا شما داد، 700 میلیون دلار راپولی شد به جیب همین مدیرای دوز رفته. خب کشور که این نهادی نداره، قوه چهارم پایشی هم که نداریم که حساب که حساب رسی کنه آقا این پولا رو گرفتی صندوق توسعه ارزی چی شد پولا. با این فاکتور سازی های متاسفانه 99% مسئولین جمهوری اسلامی دوزن، این رو بگم راحت 1% فقط اگه. و مخصوصا این هاشمی چی ها گرگ سرگردنه بیرن و سال آخرشون رو باید غارت کنن. همون هاشمی لعنت الله ملعون سال آخر آخرش هم همینطوری بود. مدیران هاشمی به بدهکاری سنگین واسه کشور علاوه بر اینکه منابع داخلی رو غارت کردن، پول چاپ کرده بودن، تورم رو بردن بالا، کل بدهی خارجی تو جیب بچه‌هاشون آقازاده‌هاشون رفت، برای صنعت که استفاده نمی‌شد که. و متاسفانه از ترامپ باید تشکر کنیم، چون آقای روحانی می‌خواست 5 میلیارد دلار وام بگیره بندازه گردن ملت، چون که دولت که قرار نبود پرداخت کنه که بین همه بچه مدیرها و مدیرها پخش میشد،
پول ها پولی میشد، بدهکاریش میافتاد به جان ملت در دولت بعدی. که اینجا ترامپ مخالفت کرد واقعا از این حیوان، با اینکه متنفرین و تشکر کرد که اینجا به این دولت نکبت روحانی 5 میلیارد دلار رو نداد، یعنی نذاشت که بانک جهانی به اینا پول بده. و آخه برای چی هر کاری تو این کشور شما باید ارز صندوق ذخیره ارزی رو تیغ بزنید؟ خیلی چیزا با ریال تومن تولید داخل انجام میشه. بعد بانک مرکزی فشار گذاشته صادر کننده رو، میخواد کارت صادراتشون رو قطع کنه و این تورم به گرانی ارز رو انداخته گردن صادر کننده ها. اما وارد کننده ها نوری چشم هن. نوری چشم بانک مرکزی هن. اصلا به اینا کار ندارن، در حالی که عامل اصلی گرانی ارز وارد کننده ها هستن. و وارد کننده ها در واقع مجموعه وارد کننده های حلقه اول بانک مرکزی حاکمین اصلی اقتصاد و کشور هستند. و در واقع آخوندهای ما مترسکن، قدرتی ندارند. این بانک مرکزی است که حاکم واقعی است و حلقه اولش که ابر وارد کننده ها هستند. و من میبینم نمایندهای مجلس و برخی از این روشنفکرهای مذهبی انتقاد میکنند که چرا وارد کنندگان در انحصار افراد خاصی است. نمیگن وارد کننده ها مثلا کار بدیه، میگن که چرا ما وارد نکنیم. این خیلی جالبه، خیلی از این چیزا در داخل کشور تولید میشه تولید کرد، مثلا علوفه، ذرت، گوشت، مرغ، این همین داخل کشور قابل تولیده. این میلیارد میلیارد دلار ارز میده به اون ابر میلیاردر فاسده که پولسانت میگیرن دزدی میکنن، احتکار ارز میکنن، خود داخل کشور به جوان ها بدین برن دامداری بزنن، باغداری بزنن، اون چیزی که نیاز کشور هست تو کشور تولید بشه. و متاسفانه تا زمانی که بانک مرکزی زیر نظر ولی فقیه نباشه و دست دولت باشه، ملت روی خوش نخواهد. مشکل دوم ابر نقدینگی در کشور هست که این بانک های فاسد و فاسق و دوز پول چاپ کردن و سال به سال هزار هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کردن و این پول سرگردان الان مثل سیلیه، به هر سو میره، سمت بورس میره، بازار خود رو میره، سکه میره، طلا میره، ارز میره، خونه میره. یک دونه قانون در راه خدا ما نداریم که این پول سرگردان رو مهار بکنه و راحت میشه با وضع قانون این پولای سرگردان همچون سیل مثل گاو وحشی در یک مغازه شیشه فروشی بلور یا چینی فروشی در حال جولان دادنه. یک دونه قانون تو این کشور وجود نداره که آقا پولای سرگردان حق ندارم با خرید کاذب و ابر تورم ایجاد بکنم. و اکثر اینا نهادهای دولتی هستند، کمتر افراد حقوق شخصی هستند. خیلی از اینا افراد حقوقی، شرکت های نهادهای حکومتی هستند که پول هنگفت دستشونه. و خصوصا این بانک ها، این بانکی که ارز کار میکنه، این بانکی که سکه میخره، این بانکی که خودرو میخره، این بانکی که خونه میخره و نهادهای حکومتی دیگه که میلیاردها پول دستشون هست، این باید قانون مجلس قانون بذاره این حق خرید فروش و دلالی نداشته باشن. هر کس هزار تا خونه، هزار تا ماشین، باید قانونایی بذارن موقتی، یک شناسنامه، یک مسکن، یک شناسنامه، یک سکه، نمیدونم 10 سکه، یا مثلا همه چیز باید مهار بشه. و این سیل خروشان ابرنقدینگی فقط به سمت تولید بره و پولدارها تو کشور، ابر میلیاردارها تو کشور که اکثرا مال حرام کسب کردن، اینا باید پولشون فقط اجازه داشته باشن تولیدی و کارخونه بزنن، نه اینکه بیان دلالی کنن. کی میتونه با اینا رقابت کنه وقتی که پول هنگفت دستشونه؟ دیگه ملت نمیتونه چی بخره، اونا چون پول دستشونه خیلی راحت همه چیزو میخرن و قیمت رو بالا میبرن و این امنیت اقتصادی تو کشور نیست. و علتش هم بارها گفتم، هزار بار دیگه میگم، گله دارم از این بچه های خط انقلاب. هیچ کدومشون هم نمیگن که آقا ضعف اصلی اینه که مدیریت منابع مالی کشور دست حاکمیت نیست، دست یه طبقه الیت ابر میلیاردر راندخار فاشیست وابسته به بانک مرکزی هست. باید بانک مرکزی از دولت کنده بشه، همینطور که صندوق ذخیره ارزی الان زیر نظر رهبری جای امنی داره، امنیت داره، تون تون با مظلوم نمایی شارلاتان بازی میخوان تیغ بزنن،
تنها جای کشور که الان امن مونده هم صندوق ذخیره ارزیه و همه جای دیگر غارت کردن و بیشتر هم غارت خواهند کرد. کل منابع مالی کشور اصلا پول نباید دست دولت بشه، بودجه اساسی ما، بودجه ارتش، سپاه یا بودجه نهادهای دولتی نباید دست دولت باشه. این بودجه، سازمان و برنامه بودجه باید جدا باشه، به زیر نهاد حاکمیتی، زیر رهبری باشه. بانک مرکزی 100% با مدیریت مستقیم رهبر و دفتر رهبری باید باشه. تا زمانی که بانک مرکزی و منابع مالی کشور دست این وحوش ابردلال هست، ما ملت آرامش نخواهیم دید. سالگی ما دلار میکنم 50 تومن، مگر اینکه رهبر و مجلس دخالت مستقیم کنن. من از رهبر میخوام دیگه این نجابت رو بذاره کنار، اینقدر نگی من از همه دولت حمایت میکنم. دولت داره گند میزنه، آخه چه حمایتی دیگه؟ بعد فوش ملت به دولت که نمیدن، به رهبر میدن. مثل قضیه ابو موسی اشعری و معاویه و اینا شد که ابو موسی اشعری رفت گند زد، امام علی رو مقصر دونستن. حالا اینجا هم دولت داره گند میزنه، یه هاشمی چیه گرگ دوست، اما من چشم رهبر میبینم. وظیفه رهبر اینجا که دخالت مستقیم کنه، این تابویی که نباید رئیس جمهور برکنار بشه واقعا قابل فهم نیست. چرا نباید برکنار بشه؟ این خرابکارها، این دوزها، این اکثرشون هم جاسوس و نفوذی. و مجلس باید سریع قانون تصویب کنه، مدیریت منابع مالی کشور زیر نظر ولی فقیه بیاد، دوم قوانین تصویب کنه که این ابر نقدینگی به ابر تورم قطع نشه، که خیلی ختم نشه، چون خیلی خطرناکه. ابر تورم باید این پولها به سمت تولید فقط هدایت بشه. تمام 1000 تا قانون باید تصویب بشه در مجلس، قانون مهم، پولای سرگردان، حق دلالی در نمیدونم خودرو و مسکن و ارز و سکه و اینو نداشته باشن. هر کس هر چی دلش میخواد نمیتونه بخره، این خلاف قوانین اقتصاده که تو هر چی دلت بخواد بتونه بخری، چون که طبقات مختلف اجتماعی نمیتونن با هم رقابت کنن در خرید. این واقعا ستم ظلمه. من نمیدونم چرا تو این دولت ما، مملکت ما اصلا یک حیات وحش بی در پیکره. هر کس هر کاری میکنه و هیچ چی سر جای خودش نیست، هیچ قانون نیست. و چون که مدیریت کشور دست همین ابر دلال های ابر میلیاردر است. ابر میلیاردر میگن میلیارد دلاری یا نه میلیارد ریالی یا تومانی، متاسفم. نکته دوم قضیه این پسر نوید افکاری، متاسفانه میبینم حتی از بستگان نزدیک پاره تن آدم، خانواده یا فامیل، خیلی اینا تحصیل کرده. من نمیدونم چرا از جنایتکارای قاتل حمایت میکنن. یعنی بی بی سی و اسرائیل و وزارت خارجه آمریکا میزنه، یه ساعت بعدش تو ایران در این همه هشتک میزنه. آخه شما ببینید حرف کی رو داره تکرار میکنه. یکم استقلال فکری چیز بدی نیست، اینقدر برده فکری رسانه ها نباشید. اونم رسانه های دشمن، هرچی دشمن میگه شما می هشتک میزنید. آقای که بهش میگن نوید افکاری قاتل بوده، جنایتکار بوده، یه خانواده رو عزادار کرده، و شما می هست هرچی جنایتکار، تجزیه طلب، تروریست. و برن خدا رو شکر کنن تازه آخونده فقط اون کسایی دارن اعدام میکنن که قتل کردن، وگرنه خیلی بیشتر باید در قضیه آشوب و فتنه بنزین اعدام میشدن. و اینو واقعا رفت رفت که میگن واقعا نشون دادن، من خیلی کوتاهی کرد حکومت و انتظار ما بود که بیشتر سخیر کنه. واقعا خیلی اینا جنایتکار بودن، اینا که تو آشوب بودن. و حالا جالبه همین جماعت همین امروز ترامپ دستور داد اون دو نفری که به پلیس حمله کردن سریع اعدام بشن. پلیس هم کشته نشد، تازه زخمی شد. حالا این پلیس ایرانی شیرازی بیچاره نوید افکاری جنایتکار قاتل اینو با نامردی با خنجر از پشت زد کش. و حالا سلبریتی ها این دفعه که جرات نکردن، چون که ظاهرا این دفعه گوششون کشیدن اکثرشون، 5-6 تاشون فقط بیشعور هستن که از جنایتکارا قاتلین حمایت میکنن همیشه، و تجزیه طلب و هم تروریست حمایت میکنن همیشه. و جالبه این رسانه های دویشه وله و بی بی سی و آمریکا اینا تمام این جنایتکاران رو زندانی سیاسی معرفی میکنن. اصلا کلن سیستم رسانه های اروپایی و غربی اینه که از قاتلین و جنایتکارها حمایت کنه تا اراده حاکمیت و استقلال
غذایی و سیاسی کشورها رو در واقع از اینا سلب کنه و ملت هم متاسفانه خیلیشون تحصیل کرده هستن، یه برده فکری رسانه های غربی و دشمن هستن. بابا خجالت داره واقعا، شما به هم حرفش رو بزنه که رادیو اسرائیل گفته، بی بی سی گفته، بی بی سی جنایتکار گفته، واسه مرگ 11 میلیون ایرانی در قحطی شده، واسه جدا شدن 1 میلیون کیلومتر مربع از خاک ایران شده. آقا شما می حرف کی رو تکرار میکنه؟ واقعا خجالت داره. این شما میگن به چه افراد میگن برده فکری، برده فکری جریان استعمار، چرا حرف اونا رو تکرار میکنید؟ یکم از خودتونم دلیل نمیشه که شما از آخوند و بعدتون میاد ضد کشورتون موزیگیری کنید و مثل توتی حرف احمقانه دشمنان ایران و رسانه های دشمن ایران رو تکرار بکنید. متاسفانه همینو کسایی که رفتن به روحانی رأی دادن و الان پشیمونن دیگه. خب شما یه بار نگاه کنید کجا عمل کردتون درست بوده که پشیمون نشده باشید، بعد الان میرید دوباره از جنایتکارا و قاتلین حمایت میکنید. حتما باید یه قاتلی بیاد روی خانواده خود شما یه بلایی بیاره، بعد بفهمید که نباید از جنایتکار و قاتل حمایت کرد. و این واقعا افسوس داره. اکثر این هم کسایی هم که خارج رو ندیدن فکر میکنن خارج واقعا بهشته. لعنت بر خارج، لعنت بر غربت. ای کاش جمهوری اسلامی اینا رو میفرستاد بیان خارج، خارج رو ببینن تا اینقدر حس حقارت نسبت به غرب و خارج نداشته باشن و بدونن چقدر زندگی تو ایران راحته. برای زندگی لازم نیست بجنگی، اما در خارج باید بجنگی برای زندگی. در ایران با اینکه این همه گرونی شده و بدبخت شده، به نظر من خوشی زده زیر دل ملت. واقعا خوشی زده زیر دل ملت. همه چیز بی کشور که بی قانون و بی در و پیکر و همه چیز آزاد و اکثرا کاری که مردم در داخل ایران میکنن یک صدام کار مردم در خارج نیست. و اگر واقعا ما مدیریت منابع مالی کشورمون درست بشه، جلوی این ابردلالای فاشیست فاسد طبقه الیت که جریان هاشمیچی در کشور ایجاد کرد و مورد حمایت غربی ها هم هستن، ما میتونیم بهترین رفاه رو در دنیا داشته باشیم، به شرطی که مدیریت منابع مالی کشور زیر نظر ولی فقیه بیاد واقعا. و این وقت با مجلس باید تمام مسیرها و جریانهایی که این ابرنقدینگی توسط بانکهای منحوس ایجاد شده فقط به سمت تولید برن و نباید بذارن به سمت این سیل نقدینگی به سمت خرید بی حساب کتاب بره. هر کس نمیتونه هر چیزی بخره پول لستشه، چون جریانهای مختلف اجتماعی نمیتونن در خرید با هم رقابت کنن. باید محدودیت در خرید باشه و تمام جریان ها فقط به سمت تولید باز باشه، نه به سمت دلالی، نه به سمت خرید بی‌محابا. امیدوارم که کشور ایران روز خوبی رو سپری کنه، دشمنان ایران ذلیل بشن، کشور ایران و ملت ایران عزیز بشن. خداوند راه درست رو به رهبری و جریان انقلاب، خط انقلاب نشون بده و این کشور رو از حالت بیدر پیکری خارج کنن، قانونمند کنن، اجازه ندن طبقه الیت ابردلال ابر میلیاردر رانتی خیلیشون به نهادهای حکومتی و اصلا اینطور با امنیت روانی و اقتصادی مردم بازی نکنن. ما یه شرم واقعا یورو شده 30,000 تومان و این که شما ساکت بشینه بگه که شما خودتون رأی دادید به ما چی، این حرف منطقی نیست، چون مردم فرششو به جریان انقلاب میدن، به سپاه میدن، به رهبری میدن. حق حالا که شما دارین فرش میخونید، کرونا به گرده شما افتاده، باید دخالت کنه آقای سپاه، آقای رهبر باید دخالت کنه در کار دولت، جلوی جنایات بیشتر دولتی ها رو بگیرید، جلوی دزدی هاشون رو بگیرید، جلوی این حمایت بیپروا از طبقه ابرمیلیاردر رو بگیرید، جلوی بانک های جنایتکار رو بگیرید. اینا باید مجلس قانون تصویب کنید. با آن گله دارم یک دونه یک نفر از جریان انقلاب شما به من نشون بدید که بگه آقا بانک مرکزی باید بازی نظر پلی عمره اگه ایشون حرف زده باشن تا حالا. و واقعا ما یه درده آدم نمیدونه کشور مشکلاتش واقعا چاره داره، واقعا راه حل داره، هم تورم هم دلار، منتها چون اکثر این عاملین خودشون جز نهادهای حکومتی هستن، بانکی ها هستن،
بانکستر های گانگستر هستن و دارن پولدار میشن روز به روز، ماه به ماه تو این شرایط دارن میلیاردرها ثروتشون رو چند برابر میکنن. خب مگه دیوونن بیان جلوی گرون شدن ها رو بگیرن؟ مثلا که سال آخر این روحانی نکبت هست و بهترین زمان برای غارت هست، باید واقعا جلوی این غارت جریان کثیف هاشمچی رو گرفت. راهکارا معلومه، راه حل داره واقعا و هم مردم باید بخوان. ما باید به سمت پیاده سازی سیستم عدالت بریم واقعا، که من اسمش میذارم برابری مهدوی. شاد باشید، پیروز باشید، التماس دعا داریم از شما دوستان. پاینده باشید، شما پاینده باشید و خانواده هاتون تندرست باشه. کرونا رو فراموش نکنید حتما. یکی از این دغدغه های من واقعا این دولت نکبت فل کردن کرونا است و سختگیری نکردن، جریمه نکردن، مسافرت ها رو کنترل نکردن. یعنی ما از یک کنترل ساده اجتماعی رو بلد نیستیم. این دولت نکبت نمیدونه چطوری سفرها رو کنترل کنه، اجتماعات رو کنترل کنه، برای ماسک جریمه بذاره. آخه این چیز درآمد دولت هم زیاد میکنه. اینقدر احمقه. این میگم کشور بی درپیکر بی قانون همینا متاسفانه. شاد پیروز پاینده.